از علاقه منچستر یونایتد به طارمی و هایجک آقاسی از استقلال تا توصیه‌های مدیریتی هانی کرده به حجت کریمی. همراه ما باشید به جایی نرین که قراره با هم اتفاقات و حواشی مهم فوتبال در روز گذشته رو خیلی سریع مرور بکنیم. سلام، صبح 11 تیر ماهتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون. بدون معطلی بریم سراغ اخبار. مهدی طارمی قراره که جانشین رونالدو بشه. طبق گفته نشریه‌های پرتغالی، اریک تن هاگ حسابی از طارمی خوشش اومده و یونایتد قراره برای جذبش اقدام بکنه. پورتو برای مهاجم ایرانیش حداقل 20 میلیون یورو میخواد تا سال دیگه مجانی از دستش نده. دراکتور عارف آقاسی رو از استقلال هایجک کرد. مدافع ملی پوش سابق فولاد که این چند روزه بین دوراهی تبریز و تهران گیر کرده بود، بالاخره تصمیم خودش رو گرفت تا زوج خط دفاعی جدید تراکتور رو همراه شجاع خلیلزاده تشکیل بده. با این اوصاف پیوستن کنعانی به پرسپولیس رو باید قطعی بدونید. حجت کریمی باز هم شر درست کرده. سرپرست باشگاه استقلال بعد از اتفاقات اولین تمرین فصل جدید آبیا برای اینکه یه کمی جو رو بخوابونه مصاحبه کرده و گفته که هانی کرده فقط به ما توصیه کرد که بازیکن خوب بگیریم و تیم رو قوی ببندیم. آها، خودتون نمیدونستین باید تیم رو ببندید؟ باید هانی کرده بلند میشده میومده سر تمرین 4 نفر رو چک و لغدی میکردی تا بفهمین که تیم باید قوی بسته بشه؟ جالبه بدونید بعد از این صحبت ها بود که گندلات تهران به همراه نوچه هاش دستگیر شد. حالا علت دستگیری قرار توصیه به سرپرست استقلال باشه یا ایجاد ناامنی؟ پرسپولیس بالاخره از شهاب زاهدی رونمایی کرد. مهاجم سابق تیم پوشکاش از هفته پیش با سرخپوشا 1 سال بسته بود، ولی چون تا دیروز با باشگاه سابقش قرارداد داشت به هواداری پرسپولیس معرفی نشد. بعد از حسینی و سیلوا 2 نفر دیگه هم از تیم نکونام جدا شدند. عارف غلامی با تمدید نشدن قراردادش با استقلال رسما بازیکن آزاد شد و سعید مهری قراردادش با آبی‌ها رو فسخ کرد. محمد عباس‌زاده هم فولادی شد. مهاجم سابق پرسپولیس و تراکتور بالاخره از تبریز دل کند و به خوزستان رفت. چند وقت پیش یه شایعه‌ای نسبت به پیوستن عباس‌زاده به استقلال منتشر شده بود، اما انگار این مهاجم بین پاک کردن تتوی پرسپولیس از دستش و نرفتن به استقلال دومی رو انتخاب کرده. در آخر هم سسک فابرگاس رسما از فوتبال خداحافظی کرد. هافک خلاق و اسپانیایی از یورو تا جام جهانی و پریمیر لیگ رو توی کریر خودش فتح کرد، اما دستش به چمپیونز لیگ نرسید. شما رو نمیدونم، ولی از این که دیگه قرار نیست اسم کوچیک فابرگاس رو به زبون بیاریم خوشحالم. ممنون از این که یکی دیگه از قسمت‌های برنامه خودتون یعنی تاک نیوز رو تماشا کردیم. برای دیدن بقیه این قسمت‌ها کانالمون رو حتما سابسکرایب کنید و لایک ویدیوها رو از یاد نبرید. تا دیداری دیگه، بدرود.